دکتر ندا مهربانی، متخصص کایروپراکتیک، طب سوزنی و طب چینی، مطب در شهر انسینو. تلفن 818-990-5321 drneda.com. Welcome to Dr. Neda's office. با مژده حبیبی. بینام او درودی گرم و صمیمانه حضور یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم شاد باشید و تندرست. مژده حبیبی هستم، به برنامه عاشقانه خیلی خوش آمدید. اما ماه اردیبهشت با همه زیبایی ها و اشوگری های رنگ و بوی و نسیم سحرانگیزش از راه رسیده است. من عاشق ماه اردیبهشت هستم. زیباترین روزها و لحظه های اردیبهشت ماه تهران رو به خاطر دارم. گرمای مطبوع نور آفتاب و یک نسیم دلربای نوازشگر که از لابلای رقص برگهای سبز درختها گذر می کرد و آرامش و زیبایی پرشکویی که در فضا پیرامونم جاری بود. اما لطافت اردیبهشت ماه همیشه منو به یاد لطافت و نرمی اشعار سهراب میندازه. سهراب سپهری که در اول اردیبهشت ماه سال 1359 بار سفر بست. مرد شاعر، مرد نقاش، مردی از جنس بلور. و من حتم دارم که او هنوز در سفر است. هنگامی که اولین کلمات شعری از سهراب را می‌خوانی، گویی نسیمی خنک و مطبوع و فرح بخش به سویت وزیدن می‌گیرد و دلت می‌خواهد با همه وجود در برابر نوازش‌های این نسیم لذت بخش تسلیم شوی تا تو را با خود به سوی دنیاهایی که خود کشف کرده همسفر کند. سهراب در شعرهایش از دنیاهای خیالی و دست نیافتنی سخن نمی گوید، بلکه از همین دنیایی که من و تو در آن زیست می کنیم حرف می زند. با این تفاوت که او از فراز پله عشق به جهان پیرامونش می نگرد. سهراب چشم ما را باز می کند تا آنچه در اطرافمان و در مسیر حرکتمان در زندگی هر روز و شب با آنها برخورد می کنیم را با نگاهی دیگر ببینیم. سهراب در واقع در شعرش نگاه کردن متفاوت به زندگی را به ما میآموزد و درک لذت بردن از تمامی جلوه های زیبای هستی. صدا کن مرا، صدا کن مرا، صدای تو خوب است. صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید. در ابعاد این عصر خاموش من از طعم تصنیف در متن ادراک یک کوچه
تنها ترم. بیا تا برایت بگویم که چه اندازه تنهایی من بزرگ است و تنهایی من شبیخون حجم تو را پیش بینی نمی کرد و خاصیت عشق این است. کسی نیست بیا زندگی را بدزدیم. آن وقت میان دو دیدار قسمت کنیم. بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم. بیا زودتر چیزها را ببینیم. بیا آب شو مثل یک واژه در سطر خاموشیم. بیا آب شو مثل یک واژه در سطر خاموشیم. بیا ذوب کن جرم نورانی عشق را. مرا گرم کن. به سراغ من اگر میایید، نرم و آهسته بیایید. مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهای من. سهراب میگوید اگر یک روز طلوع و غروب آفتاب را نمیدیدم گناهکار بودم. هوای تاریک و روشن مرا اهل مراقبه بار آورد. تماشای مجهول را به من آموخت. من سالها نماز خواندم. بزرگترها می خواندند، من هم می خواندم. در دبستان ما را برای نماز به مسجد می بردند. روزی در مسجد بسته بود. بقال سر گذر گفت نماز را روی بام مسجد بخوانید تا چند متر به خدا نزدیکتر باشید. مذهب شوخی سنگینی بود که محیط با من کرد و من سالها مذهبی ماندم بی آن که خدایی داشته باشم. من از خیلی چیزها می ترسیدم، از مادیان سپید پدر بزرگ، از مدیر مدرسه، از نزدیک شدن وقت نماز، از قیافه عبوس شنبه. چقدر از شنبه ها بیزار بودم. خوشبختی من از صبح پنج شنبه آغاز می شد. عصر پنج شنبه تکی از بهشت بود. شب که می شد در دورترین خوابهایم عطر صبح جمعه را می چشیدم. در دبستان از شاگردان خوب بودم، اما مدرسه را دوست نداشتم. خودم را به دل درد می زدم تا به مدرسه نروم. بادبادک را بیش از کتاب درس دوست داشتم. صدای زنجره را به اندرز آقای معلم ترجیح می دادم. وقتی که در کلاس اول دبستان بودم، یادم هست یک روز داشتم نقاشی می کردم. معلم ترکه انار را برداشت و مرا زد و گفت همه درس‌هایت خوب است. تنها عیب تو این است که نقاشی می کنی. این نخستین پاداشی بود که برای نقاشی گرفتم. با این همه دیوارهای گچی و کاهگلی خانه را سیاه کردم. دکتر ندا مهربانی، متخصص دردهای عضلانی و مفصلی، طب سوزنی و طب چینی. در مطب دکتر ندا مهربانی با استفاده از دستگاه‌های مجهز و پیشرفته، انواع ماساژهای طبی، داروهای 100% گیاهی و نرمش‌های مناسب در محیطی گرم، شاداب و صمیمی،
به شما کمک می شود از دردهای آزاردهنده رهایی یافته و سلامتی کامل خود را بازیابید. قبول تمامی بیمه های سلامتی از جمله مدیکر و مدیکال. مطب در شهر انسینو. تلفن 818-990-5321. drneda.com. سندیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است. برای مهاجرت به سندیگو که همواره میزبان ده ها هزار تن از هموطنان مهاجر می باشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید. تلفن 619-889-7990. شراره شیروانی، مشاور و یاور مهربان و امین شما در امور املاک در شهر یوستون. شهر یوستون در بحران اقتصادی دچار رکود نشده و با ایرانی ها میهمان نواز، خونگرم و مهربان است. با شراره شیروانی تماس بگیرید. 713-443-3880. سهراب ادامه می دهد. این را بگویم که من تا 18 سالگی کودک بودم. من دیر بزرگ شدم. دبستان را که تمام کردم، تابستان را در کارخانه ریسندگی کاشان کار گرفتم. یکی دو ماه کارگر کارخانه شدم. نمیدانم تابستان چه سالی ملخ به شهر ما هجوم آورد. زیانها رساند. من مأمور مبارزه با ملخ در یکی از آبادی ها شدم. راستش را بخواهید، حتی برای کشتن یک ملخ نقشه نکشیدم. وقتی میان مزارع راه می رفتم، سعی می کردم پا روی ملخ ها نگذارم. اگر محصول را می خوردند، پیدا بود که گرسنه‌اند. منطق من ساده و هموار بود. روزها در آبادی زیر یک درخت دراز می کشیدم و پرواز ملخها در هوا را دنبال می کردم. در دبیرستان نقاشی کاری جدی تری شد. زنگ نقاشی نقطه روشنی در تاریکی هفته بود. میان همشاگردی های من چند نفری خوب بودند. نقاشی می کردند، شعر می گفتند و خط را خوش می نوشتند. در شهر من شاعران نقاش و نقاشان شاعر بسیار بودند. با همشاگردی ها به دشت ها می رفتیم و ستایش هر انعکاس را تمرین می کردیم. سالهای دبیرستان پر از اتفاقات طلایی بود. در خانه آرامش دلخواه بود. چیزی به تنهایی من تحمیل نمی شد. می نشستم و رنگ می ساییدم. با رنگ های روغنی کار می کردم. حضور اشیا بر اراده من چیره بود. تفاهم چشم و درخت مرا گیج می کرد. در تماشا تاب شکل دادن نبود. تماشا خالص بود. تنهایی من عاشقانه بود. نقاشی عبادت من بود. من شوریده بودم و شوریدگیم تکنیک نداشت. اواخر دسامبر سال 1946 بود و من در اداره فرهنگ کار گرفتم. آشنایی من با جوان شاعری که در آن اداره کار می کرد رنگ تازه‌ای به زندگیم زد. شعرهای مشفق کاشانی را خوانده بودم.
خودش را ندیده بودم. مشفق دست مرا گرفت و به راه نوشتن کشید. الفبای شاعری را او به من آموخت. غزل می ساختم و او سستی و لغزش کار را باز می گفت. خطای وزن را نشان می داد. اشارات او هوای مرا داشت. هر شب می نوشتم. انجمن ادبی درست کردیم و شاعران شهر را گرد آوردیم. غزل بود که می ساختیم. اما آنچه ما می گفتیم شعر نبود. دو دفتر از این گفته ها را سوزاندم. من فن شاعری می آموختم، اما هوای شاعرانه‌ای که به من می خورد نشئه‌ای غریب داشت. مرا به حضور تجربه های گم شده می برد. خیالاتی هم می کرد. با زندگی گیرودار خوشی داشتیم و قدم های عاشقانه برمی داشتیم. کمتر کتاب می خواندم، بیشتر نگاه می کردم. میان خطوط تنهایی در جذب فرو می رفتم. تابستان سال 1948 رسید. با خانواده به قمصر رفتم و هوا خوش بود. کار من نقاشی بود و کوه پیمایی. آنجا بود که با منوچهر شیبانی برخوردم و این برخورد مرا دگرگون کرد. صحبت ما فقط نقاشی بود. آن روز شیبانی در ایوان خانه چیزها گفت. از هنر حرف زد. ون گوگ را نشانم داد. من در گیجی دلپذیری بودم. هرچی می شنیدم تازه بود و هرچی می دیدم قرابت داشت. شب که به خانه برمی گشتیم من آدمی دیگر بودم. طعم یک استحاله را تا انتهای خواب در دهان داشتم. فردای آن روز نقاشی من چیز دیگر شد. نقاشی من خوب نبود. خوبتر هم نشد. در مسیر دیگر افتاد. از آن پس شیبانی را بیشتر روزها می دیدم. با هم به دشت می رفتیم. نقاشی می کردیم. حرف می زدیم. شیبانی شعرهایش را می خواند و از نیما می گفت. درک عمیق سهراب از ارزش‌های معنوی و سیر و سلوک در عالم عرفان و جهانبینی متفاوت او باعث شده بود که به ذات اشیا و طبیعت پیرامونش پی ببرد و آنها را درک کند و روشنی آنها را به خوبی ببیند و آنها را در شعرها و نقاشی‌هایش به نمایش بگذارد. چند سال پیش در یکی از حراجی‌های ساتبی که یکی از مهمترین و بزرگترین مراکز خرید و فروش آثار هنری در جهان است، یکی از نقاشی‌های سهراب برنده اصلی این حراج شد و به گرانترین قیمت این حراج یعنی 320 هزار پوند به فروش رفت. نگاه مرد مسافر به روی میز افتاد. چه سیب‌های قشنگی. حیات نشئه تنهایی است. و میزبان پرسید: قشنگ یعنی چه؟ قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال. و عشق تنها عشق
مرا به وسعت اندوه زندگی ها برد. مرا رساند به امکان یک پرنده شدن. و نوشداروی اندوه صدای خالص اکسیر می دهد این نوش. و حال شب شده بود، چراغ روشن بود و چای می خوردند. چرا گرفته دلت؟ مثل این که تنهایی. چقدر هم تنها. خیال می کنم دوچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی. دوچار یعنی عاشق. و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بیکران باشد. هنوز در سفرم. خیال می کنم در آبهای جهان قایقی است و من مسافر قایق. هزارها سال است سرود زنده دریانبردهای کهن را به گوش روزنه های فسول می خوانم و پیش می رانم. مرا سفر به کجا می برد؟ کجا نشان قدم ناتمام خواهد ماند؟ و بند کفش به انگشت های نرم فراغت گشوده خواهد شد؟ کجاست جای رسیدن و پهن کردن یک فرش و بیخیال نشستن و گوش دادن به صدای شستن یک ظرف زیر شیر مجاور؟ و در کدام بهار درنگ خواهی کرد و سطح روح پر از برگ سبز خواهد شد؟ شراب باید خورد و در جوانی یک سایه راه باید رفت. دوستان عزیز، به پایان برنامه این هفته عاشقانه رسیدیم. امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده و لذت برده باشید. تشکر میکنم از همکارانم در کادر فنی تلویزیون اندیشه و تشکر از شما عزیزان که به این برنامه توجه کردید. بهترین چیز نگاهی است که از حادثه عشق تر است. تا برنامه دیگر، روزگار به همه شما خوش. دوستتون دارم. دکتر ندا مهربانی، متخصص کایروپراکتیک، طب سوزنی و طب چینی، مطب در شهر انسینو، تلفن 818-990-5321، drneda.com. Welcome to Dr. Neda's office. عاشقانه.